ما وقتی میخواییم بریم در یک باغ فقط اون خارها را مورد تعرض خودمون قرار بدیم، خب زخم هم میشیم. خب شما گل ببینید، گل ببینید، تجربه بکنیم که اون سهم گشادگی طلب، وسعت طلب، فراخی طلب از وجود خودمون رو ابراز بکنیم و برش میدان باز بکنیم و هیچ کس در نیفتیم. این عرفانه. حالا شاید یکی بگه که این عدالت چه میشه، این حاکمیت ها چه میشه، عدل و زور چه میشه، اینها جای خودش رو داره. ما بحث عرفانی میکنیم، بحث عرفانی رو جدا میکنیم از اون موارد، چون در بحث عرفانی ما خودمون انبساط پیدا میکنیم. اما قانون جای خودش، مقررات جای خودش، اونا هر کدوم هر کاری میخوان بکنن جای خودش، ولی ما به قانون چگونه نگاه میکنیم، ما به پدیده ها چگونه نگاه میکنیم، این فردیت ماست. فردیت منبسط احترام به مقرراتی محدود خیلی نقش پارادوکسی ما را ابراز میکنه. یعنی در نهایت انبساط حدود صغور را هم تجربه میکنیم، در نهایت گشادگی و وسعت نهایت انسداد را هم تجربه میکنیم. اینها با هم دیگر یک پروژه رو، یک پروسه رو در حقیقت رقم میزنن. بسیار مهمه انسان فردن منبسط باشه، جمعاً کم تحمیل بیشتر متحمل باشه، چون جامعه امروزی اجازه نمیده فردیت ها در عرصه بیرونی ابراز بشه. شما فردیت هاتون خیلی محدوده، بروز فردیت ها با هنجارهای جامعه کلان و کلان شهرها و اصلا مردم کثیر امروز سازگاری نداره. شما میخواهید هر قبلا میگفتن چهار دیواری اختیاری، الان این مفهوم نداره. چهار دیواری اختیاری وقتی میگفتن یعنی تا حدود فردیت امکان داشت در یه چهار دیواری لااقل خودش ابراز بکنه، اظهار کنه. در یک عرصه فردیت مجال پیدا میکرد بگه اینجا که خونه خودم میخوام داد بزنم، ولی الان صدای موسیقیتون رو بلند کنید بالای تذکر میدن. مقررات گرفتن، بر اساس مقررات شما نمیتونید خیلی صداتون رو بلند ببرید و هر کاری بکنید چهار دیواریتون اختیاری بشه، اینطوری نیست. پس فردیت ها مجال ابراز ندارن. بنابراین فردیت ها در یک جامعه باید اینطوری ابراز بشه: حد اکثر تحمل و حد اقل تحمیل. این با شرافت انسانی سازگاره. یعنی شما در جامعه‌ای که زندگی میکنید، جامعه کلان به شما حکم میکنه بیشترین تحمل و کمترین تحمیل را داشته باشید، بر گردن دیگران وبال نباشید. آدم های پرشکایت و نالان و گلمن دیگه همه جا میشینن طلبکارن، اینها وزر جامعه حساب میشه. اینها شکایت نکنید که مولانا گفت زن خلق پرشکایت نالان شدن ملول. یعنی واقعا دیگه طبع منو کوبیدن اینقدر اینها شکایت کردن. هر جا میشینن شکایت، گله، ناله، فریاد، اینقدر ناله نکنید. تحملتون رو بالا ببرید، تحمیلتون به دیگران کم باشه. لذا زود رنجی معنی نداره. نمیدونم زود آزردگی از مسائل تحمیل میکنه به گردن دیگران. این میتونست یک مقدار تحملش بیشتر بکنه، یک انسان دیگر اینجا بنشینه، یک تعامل گفتمانی بین اینها شکل بگیره، یک محبت، شفقت، روابط انسانی اونجا بنیان بگیره، انسان‌ها صمیمیت‌ها رو تجربه کنن. چرا همه جنگ می‌کنیم؟ ما جایی که میشینیم توی تاکسی میشینیم با هم جنگ داریم، می‌خوایم یه ذره جامون رو گشادتر بکنیم. توی اتوبوس میشینیم جنگ داریم، بقالی میگیم جنگ داریم، توی خیابان جنگ داریم، در منزلت ها و مجالس و محافل فضل جنگ داریم. خیلی شاعرها شعر که میخونن به خیلی ها پاسخ میدن، یعنی احساسات خودشون رو ابراز نمیکنن، رقابته، میخواد دیگری رو سر جای خودش بنشونه. علو و غلو و منزلت و اعتلای طبع و دانش خودش رو به رخ بکشه. گاهی اوقات آدم ها یک چنین جنگ تدبیری دارن، گاهی اوقات هم نه، بیشتر اوقات. ما بتونیم تحمل رو بیشتر و تحمل کمتر. حالا فردیت ما چی میشه؟ فردیت رو خفه کنیم؟ نمیتونیم خفه کنیم. اگر قرار باشه در زندگی تحمل بیشتر و تحمیل کمتر داشته باشیم، فردیت کجا میره؟ فردیت در عرصه عرفان بدون تزاحم با چیزهای دیگر میدانش رو باز میکنه. در قلمرو فردیت همون آدمی که در جمعیت شما باید تحملش بکنید، در قلمرو فردیت نقش بهین داره، نقش نگارین داره. یعنی در فردیت شما این شخص
با نهایت دشمنی که میخواد ابراز بکنه، شما احساس بکنید که جنبش است و شهادت در یکانگی خداست. جنبش ما هر دمی خود اشهد است، کوکوواه و زلجلال سرمد است. کسی که ناسزاگویی میکند که شما باید در قلمرو اجتماعیات او را تحمل کنید، در قلمرو فردیت او را تحسین میکنید. یعنی چیزی که در نقش اجتماعی شما باید تحمل بشه، در نقش فردی شما تحسین میشه. در هیچ کجا تقبیح نیست. اصلا عرفان تقبیح با هم سازگاری ندارن. عرفان تقبیح نمیپذیرد. همش یا تحسین است، حد اکثر بردباری. بردباریش اخلاق و اجتماعیات نام داره، تحسینش سماع عرفانی نام داره. انسان وقتی میتونه رنجهایی که متوجه او میشه، من گاهی ناسزاهایی رو شنیدم که در یک عرصه این ناسزاها احساس کردم که موسیقیاییه. یعنی وقتی من رانده شدم به بیرون از موضع دفاعی، اونجا دیگه دفاع نمی کنم، اونجا دیگه طرف من حمله نمیاره. اگر حمله هم میاره، مثل حمله که حافظ میگه که به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم که هم حمله بر من مسکین یک قبا آورد. یعنی تحسین میکنه این حمله‌ای که کاروان حمله‌های در حقیقت حج رو می آوردن. حمله کاروانی است که سوغاتی باید انسان بهش بده. کاروانی است که از حج میاد، باید دفاعش قربان بکنه. بعضی ناسزاها از انسان گوهر وجود انسان ابراز میکنه. بعضی بی‌مهری‌ها از انسان شخصیت، بلندی، اعتبار میسازه. باید خود انسان بدونه که اعتبارش کجاست. بعضی ادبارهای روزگار انسان را وارد یک درگیری میکنه که این درگیری است که از انسان عارف میسازه. بر این مبنا همه جا باقی خلق همه یک سر نهال خدایند، به تعبیر ناصر خسرو. هیچ نه بشکن از این نهال و نه برکن. این نهال ها هیچ کنون شکستنی نیست. من نمیدونم چطوری میتونه آدم بکشن. میخوان یه نفری که فلان رفتار کرده فکر فلان قانون از صحنه روزگار برش دارن. هیچ کس برداشتنی نیست. در نظام آفرینش معدوم شدن انسان جنایت نابخ شدنی. انسان نباید معدوم بشه. یعنی خداوند به همه روزی میده. این نشان میده که نقش معدوم شدن بر موجودیت بیرونی او نباید داشت. او باید خودش مسیر قربان شدن خودش رو تجربه کنه. هر کس باید خودش قربان بشه که مولانا میگه وقت آن آمد که من قربان شدم. اونجایی که وقت قربان شدن هر کس رسید، به غایت قصوای کامیابی رسیده، به نهایت کامیابی خودش نزدیک شده. از این بالاتر دیگه کامیابی وجود نداره. ما تا کامیاب نشیم آرام نمیگیریم. کامیابی ما نهایت جنبش و بیقراری ما. و نهایت بیقراری اونجاییست که انسان به قربانگاه خودش رو نزدیک میکنه. میخواد قربان بشه. همه چیزش رو ببازه. و کسی که در زندگی جایی نداره برای قربان شدن، این حرمان داره. این حسرت رو با خودش همراه داره. تجربه میکنه. انسانی که از تحصر فاصله میگیرد، کسیست که به سوی قربانگاه خودش رو نزدیک میکنه. در قلمرو فردیت قربان شدن هم زیبایی داره. لطف داره. نه. بلکه کمال زیبایی است، بلکه غایت قصوای کامیابی انسان در قربان شدن. انسان وقتی در حج قربانی می کند، این سمبولی از قربان شدن خود انسان، نه قربان کردن مال. قربان چون جای اسماعیل ذبح می کنه. اسماعیل انسان است. این قربانی به جای اسماعیل ذبح می شود، یعنی به جای خود شما، به جای یک انسان ذبح می شود، نه به جای مال سرمایه است دارایی. به جای خودت قربان شدن خودت رو تجربه کن و اونجا نهایت کامیابی شکل میگیری. مولانا این رجعت و بازگشت حسام الدین رو عالی ترین اصلی عرفانی بیان میکنه. دور شدنش رو نوعی ستایش میکنه، آمدنش رو نوعی ستایش میکنه. هرچی اتفاق بیفته نوعی ستایش میکنه. اصلا جایی نیست که مولانا نتونه برای اون مسئله ستایش میکنه. گله های مولانا هم با نوعی کرنش و ستایش توامه. انسان به اینجا که رسید دیگه لازم نیست این همه زحمت بکشه جواب نکیر و منکر بده بهش بره. بهشتش همونجا. یعنی
اجتماعیاتش تحمل، فردیتش تحسین و تجلی انواع لطف‌ها باشه. خب در اولین جلسه خیلی وقت گرفتم، امیدوارم که چندان خستتون نکرده باشم که جلسات دیگر اخباری نباشه. امیدوارم فرصت‌های دیگر از همون دفتر دوم مثنوی دقیقه هایی از معانی بلندی که مولانا به تقریر کشیده است بکشاییم و بیت بیت این منظومه بلند عرفانی رو به شرح و ترجمه پهناور بگذاریم و خوشی از این خرمن پرفیض نیستی مولانا همراه کنیم و عرصه عدم و عدمستانی که مولانا بر روی ما گشوده است به تحسین تجربه کنیم.